بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار و جناب عالی و دیگر دوستان، تشکر میکنم که ما رو دعوت کردید. البته ببخشید من صدام گرفته است. الان دو سه روز توی هفت‌تپه درگیریم. من دیروز تو مزار هفت‌تپه بودم. محیط زیست هفت‌تپه داره نابود میشه. دقیقا شده صحنه کربلا هفت‌تپه. روزی که خلیت اعلام شد دقیقا همون فرداش آب از سد دز روی هفت‌تپه بستن. فیلماش هست، جوجه‌های پرنده، جوجه‌های کبک که الان توی هفت‌تپه دارن میمیرن و بیابی. محیط زیست هفت‌تپه، خود مزاره، نیشکری که به دست کارگر زحمتکش هفت‌تپه کار شده داره نابود میشه. از 7800 هکتار نیشکری که داشتیم 4000 تا رو دادن آیش کردن. یعنی چی آیش؟ یعنی نابود، یعنی اوت کردن. همین دیروز به دست تیم مدیریتی آقای اسدبگ استارتش زده شد. دل ما خونه از آقای رئیسی، ما تشکر هم میکنیم، ولی چرا مثل مغان نماینده داستانشون رو نمیفرستن توی هفت‌تپه؟ از آقای رئیسی ما تشکر هم میکنیم، ولی چرا مثل مغان نماینده داستانشون رو نمیفرستن توی هفت‌تپه؟ ما حقیقت گلگی داریم، طلبکاریم، هفت‌تپه داره نابود میشه. ما خواستمون خلیت بوده، کوتاه هم نیومدیم. آقای نادری، آقای جزیان، سید نظام الدین موسوی، دکتر کعبامر، نماینده شهرمون، الحق الانصاف ایستادن برای این قضیه با تمام فشارهای امنیتی که وجود داشت. آقای نادری، آقای خضریان، سید نظام الدین موسوی، دکتر کعبامر، نماینده شهرمون، الحق الانصاف ایستادن برای این قضیه با تمام فشارهای امنیتی که وجود داشت. ولی الان هفت‌تپه داره به یه نقطه رسیده. ببینید دوستان هپکو هم هستن، توی جلسات متعددی که هفته گذشته هم در تهران بودیم هم گفتم بابا خب یه فکری باید بکنن. همین امروز پیاماشو دارم، امور مالی شرکت در اومده به کارگرها گفته حقوقتون رو نمیدیم. آقای نادری، مگه قرار نبود وزارت صنعت و معدن بیاد شرکت رو بده، اید رو بیاد شرکت رو بگیره؟ الان دقیقا کارگرها شاید فردا پس فردا بریزن تو شهر. دم انتخابات فضا امنیتی میشه، چند تا همکارا ما باید گرفته بشه. همون سخنرانا دوباره، من امثال مثل های چشم خوابه دیگر دوستان با همه هم نداریم، برای حق ایستادیم. ولی کی میخواد به اینا الان برسه؟ والله خسته شدیم. آقای نادری در جریان است، اون سری که تشریف بردن شوشدانی. آقای نادری چند ساعت ما جلسه داشتیم؟ از صبح تا عصری بود دیگه. شما گفتید، من حقیقت از ام گفتم برج 3 و 4. دقیقا ما الان برجستیم، دوباره همون قضیه باید دوباره تکرار بشه، بریزیم توی گرما. آیا نادی خودتون تشریف آوردید چند درجه گرماست توی خوزستان؟ دوباره باید بریزیم تو خیابون، دوباره توی گرما بچه هامون بیان که پس بیفتن؟ خدا رو خوش نمیاد، به والله خدا رو خوش نمیاد. مردم هفت‌تپه شوش دانیال خسته شدن. الان گفتن خلیت انجام شده، تیم مدیریتی آقای اسدبک هنوز سکانه به دست داره. چرا نمیان تا این تکلیفش کنن؟ چند وقت گذشته این قضیه، ما جشنمونه گرفتیم، تمام عزیزانم حضور داشتن، تا این قبل از قطعی آب که واقعا ما رو تحت فشار قرار داده همه خوشحال بودیم، ولی الان دقیقا کاممون تلخ شده. تمامی نمایندگان الان مستقل کارگری هفت‌تپه 22 تا 23 نفریم، همه درگیر این موضوع شدیم. داریم مردم آروم میکنیم، کارگرها رو آروم میکنیم، آقا اعتصاب نکن. تمامی نمایندگان الان مستقل کارگری هفت‌تپه 22 تا 23 نفریم، همه درگیر این موضوع شدیم. داریم مردم آروم میکنیم، کارگرها رو آروم میکنیم، آقا اعتصاب نکن. ما اردیبهشت ماه 99 رسیدیم خدمت حاج آقا آیت‌الله آقای رئیسی. ما اردیبهشت ماه 99 رسیدیم خدمت حاج آقا آیت‌الله آقای رئیسی. دقیقا ما رمضان بود، خدمت ایشون هم گفتیم، گفتیم آقا ما دوست نداریم اعتصاب کنیم، ولی اسدبک زمانی که حقوقو نمیده. دقیقا ما رمضان بود، خدمت ایشون هم گفتیم،
گفتیم آقا ما دوست نداریم اعتصاب کنیم، ولی اسد بک زمانی که حقوقو نمیده، زمانی که شکم زنه بچه کارگر درست نمیشه، ببخش دیگه هیچ کسی نمیشناسه، نه محمد خنیفه رو میشناسه نه چشمه، هیچ کسی نمیشناسه. الان از مهمتر آبی که قطع شده، بابا مزارع داره نابود میشن به خدا. حالا من وقتمو بیشتر میدم خدمت آقای چشمه خواب، ممنونم. من حقیقت هم تمرکزم، چون فقط فقط ما همه راه اومدیم، حقیقت هم این بود این دردای روزای هفت تپه رو به گوش شما برسونیم. نمیدونم این صدا ما میرسه نمیرسه آقای نادری، حالا نمیدونم امسال اگر خدای نکرده زبون هم لال دوباره بخواد اعتصاب راه بیفته تو هفت تپه سر عدم پرداخت حقوق، حالا نمیدونم امسال اگر خدای نکرده زبون هم لال دوباره بخواد اعتصاب راه بیفته تو هفت تپه سر عدم پرداخت حقوق، حالا نمیدونم امسال اگر خدای نکرده زبون هم لال دوباره بخواد اعتصاب راه بیفته تو هفت تپه سر عدم پرداخت حقوق. ولی ای کاش رسما اعلام بشه، هیئت مدیره اگر الان بیاد تو هفت تپه دیگه اصلا آقا نمیخوام رسما اعلام بشه، حداقل الان آقا مثل موقعان نماینده فرستادن از دادستان، دادستان کل ورود کرد ما تو استان خوزستان، با توجه به اینکه بارها از آقای رئیسی درخواست کردیم تشریف بیاره، چون توی استان خوزستان واقعا معضلات داریم، واقعا معضلات داریم، نماینده های محترم اومدن تشریف آوردن دیدم ما نمیخوایم مثلا بهت بگیم آقا ما همیشه مثلا نه والا گردن کارگر هفته به همو باریکتره، ولی برا حقش میسته، برا فساد میسته، زندانشو میکشه، شلاقشو میخوره. چند تا از همکارامون خدا رحمتش کنه خودشونو دار زدن، رضا عالی کثیر خدا رحمتش کنه، آقای نقدی خودشو انداخت تو آب. والا نمیدونم خونه اینا پایمال میشه نمیشه، نمیدونم به امام حسین والا اینطور خوشتیم بابا هفت تپه رو بیاد آقا آقای نادری، من همینجا میگم والا من راضی نیست آقا منو برگشت به کار نکنه. چشم خبر دیگه ببخشید معذرت میخوام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم ضمن تشکر از همه حضور و میزبانان محترم و همچنین از جناب آقای دکتر نادری، جناب آقای نادری، حالا آقای خنفر صحبت ها رو تکمیلی فرمودن، ولی خب گلمندی ها واقعا زیاده. الان شما حالا ما دیر رسیدیم به صحبت های شما، فرمودین که حالا از سال 70 یه افرادی به اسم نظام اسلامی همه طوره به کشور ضربه زدن، حالا از هر حزبی بودن. حالا ببینیم تو قوه قضایی ما اون افراد بودن؟ خیلی ما قوه قضاییمون همیشه حالا از بعد به ورود حاج آقا رئیسی هم انقلابی تر بوده، هم این که در مبارزه با فساد که شعار ایشون هستن واقعا ید طولایی داشتن. حالا خیلی ما قوه قضاییمون همیشه حالا از بعد به ورود حاج آقا رئیسی هم انقلابی تر بوده، هم این که در مبارزه با فساد که شعار ایشون هستن واقعا ید طولایی داشتن. ببخشید من حالا یه لحظه اینو اشاره کنم چون نوشته بودم. الان حقیقت آقای نادری از شما خواهش میکنم عنوان نماینده محترم مجلس با دیگر همکارم، به خدا برای هفت تپه سنگ تموم گذاشتید، از هیچ کس هم پوشیده نیست، برخلاف اون فشارا اون صحبتایی که شد، هفت تپه دعای خیر کارگران پشت پناهتونه، فقط ما الان نیاز داریم باز حقیقت تنها نشیم، هفت تپه دعای خیر کارگران پشت پناهتونه، فقط ما الان نیاز داریم باز حقیقت تنها نشیم. تو قوه قضاییه که مهد عدالت و مهد حالا پاکدستی بوده، اون اتفاقات بوده و دیدیم و همینطور هر روز قاضیهای فاسد دارن خب گرفته میشن و خدا رو شکر دستشون هم درد نکنیم. توی دولتی که حدود 20-30 ساله که این اتفاق افتاده و جای رئیسی میخواد بیاد، چطور میتونه با توجه به اینکه به قول دوستان خلأ چیز اعلام شده،
خلایق برای ما اعلام شد، هنوزم نفوذ دارن و نمیگذارن شرکت اپکو کار خودش رو انجام بده و تولید توش انجام شود. چطور امکان داره و با ورود آقای رئیسی، یعنی برنامه‌شون چیه و چه تمهیداتی اندیشیدن که با این فساد گسترده بتونن جلوی مشکلاتی که توی هفت تپه توی اپکو تو 99% شرکت‌هایی که واگذار شدن و خصوص شدن این موضوع رو دارن اینو حل کنن؟ ببخشید من دلات زیاد مفتم، اینو دوست دارم که اگر امکان داره از آقای رئیسی پرسیده بشه. و همچنان اگر دولت هم عوض بشه، آقای رئیسی بیاد، اگر این روال باشه، ما نباید خیلی دلخوش باشیم به اینکه هفته به فردا درست میشه، بو درست میشه. نه اصلا به نظر من اینطور نیست. با توجه به این تجربه‌ای که من این چند سال دارم، عذرخواهی می‌کنم. ببخشید.